نام خدا. سلام یار من رو پذیرا بشید. نوری هستم از فرادمز با اولین جلسه از ساخت پروژه محور نرم افزار دیکشنری صوتی در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه قراره چه کاری رو انجام بدیم و هدفمون چی هست؟ همونطور که در سرفصل‌ها هم ارائه دادیم، در این جلسه قصد داریم یک آشنایی مختصری رو برای اون دسته از عزیزانی که احیانا آشنایی با محیط کدزنی ما یعنی بیسیک فور اندروید ندارن ایجاد بکنی. به هر حال این دوستان اگر نیازشون باز هم مرتفع نشود میتونن به آموزش های بیسیک فور اندرویدی که در فرادرس در اختیارشون قرار داره رجوع بکنن. بدون هیچ مقدمه‌ای من برم سراغ معرفی ابزار کارمون در این دوره. من برای کدزنی خودمون از نرم افزار بیسیک فور اندروید نسخه 6 استفاده خواهم کرد. به شما هم توصیه میکنم که از این نسخه استفاده بکنید برای کدزنی، برای اینکه نتایج کارهامون رو ببینیم و ببینیم چه اتفاقاتی افتاده و در واقع پروژه هامون رو کامپایل بکنیم، نیاز به یک شبیه‌ساز گوشی اندرویدی داریم روی سیستم که من از نرم افزار U-Wave for Android استفاده خواهم کرد. و در ادامه کارمون همونطور که مستحضر هستید قرار یک دیکشنری بسازیم و برای ساخت دیکشنری نیاز به دیتابیس ها و جداول مختلفی رو داریم و برای مدیریت اونها از نرم افزار نویکد پریمیوم استفاده خواهیم کرد. بریم سراغ محیط بیسیک فور اندروید و توضیحاتی که در این محیط من باید خدمت شما ارائه بدم. قبل از هر چیزی توجه داشته باشید که ابتدا باید پروژه خودمون رو در محیط بیسیک فور اندروید ذخیره بکنیم. برای این کار روی این نوار ابزار اگر مشاهده بکنید، من روی دکمه سیو پروژه کلیک میکنم و میتونم مسیری که پروژه‌ام رو میخوام ذخیره کنم رو بهش بدم که اون رو درون یکی از درایو های خودم ذخیره میکنم. یک پوشه جای ایجاد میکنم تحت عنوان فرا درس دیک و درون این پوشه هم نام دلخواهی رو انتخاب میکنم. توجه داشته باشید که این نامی که شما انتخاب میکنید تحت عنوان .b4a ذخیره خواهد شد و پسوند فایل های شما .b4a هست. این فایلی که اینجا ذخیره میشه سورس پروژه شما خواهد بود. روی دکمه سیف کلیک میکنم و حالا میتونیم کار خودمون رو با محیط بیسیک فور اندروید آغاز کنیم. اما اگر یادتون باشه بهتون گفتم که ما برای نتایج کارهای خودمون نیاز داریم که یک گوشی شبیه ساز اندرویدی رو روی سیستم داشته باشیم و از U-Wave قرار استفاده بکنیم. اما همونطور که میدونید U-Wave یک نرم افزار جانبیه، مال خود بیسیک نیست. برای اینکه ما بتونیم نتایج کارهایی که توی بیسیک میکنیم روی U-Wave مشاهده بکنیم نیازمند این هستیم که ارتباطی رو بین این دو برقرار بکنیم. برای این کار من ساده ترین روشی که وجود داره رو خدمت شما عزیزان ارائه می کنم. روش های مختلفی هست. برای این کار لازمه که شما به محل نصب SDK های خودتون برید، یعنی همون اندروید SDK هایی که روی سیستم خودتون نصب کردید. من مسیر نصب SDK های خودم میرم که در درایو C هست، پوشه SDK ها و درون پوشه SDK هایی که دارید یه سری فایل هایی رو میبینید. به فایل پوشه تولز برید و در اونجا یک فایل تحت عنوان adb.bat هست. فایلی با پسوند bat خواهد بود. کافیه که روی این فایل دبل کلیک بکنید و ارتباط بیسیک با U-Wave به همین راحتی برقرار خواهد شد. خب من یک ذهنیتی رو قبل از اینکه بریم سراغ آیتم هایی که در بیسیک وجود داره و اونها رو توضیح بدیم در مورد کدزنی برای شما عزیزان ایجاد بکنم. همونطور که اطلاع دارید و مطمئناً در اختیاراتون هم هست گوشی های اندرویدی، میبینید که برنامه‌ای که شما روی گوشی خودتون مشاهده میکنید یک ظاهری داره و یک طرح‌های گرافیکی زیبایی داره و وقتی که یک عملی رو روی این طرح‌های گرافیکی شما انجام میدید در واقع یه سری اتفاقات میفته. به عنوان مثال وایفای گوشی خاموش میشه یا روشن میشه و یک سری سلسله اتفاقاتی میفته که برنامه نویس ô trời, thằng ra cái mà, anh đi làm đồ bếp, ô trời đồ bếp này nó nặng, lắm, nó là làm của ta đúng không? Ừ, ô trời.
Oh.